با درود و احترام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم تصویر پارسه، امروز با یک برنامه به نظر خودم تاثیرگذار از رضا شاه بزرگ براتون صحبت میکنم و طبق مدارکی خواهم گفت که رضا شاه چه خدمت بزرگی علاوه بر خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بر ایران کرده، دست یک مش چپاولگر دوست دروغگو رو چگونه از دست ایران راحت کرد و ایران رو مسون کرد از عملکرد بد اینها. 100% میدونم حدستون چه کسانیست. بله، آخوندها. بله، آخوندها بود که رضا شاه خدمت بزرگی به مردم ایران کرد و دست اونها رو قطع کرد. حالا چگونه خدمتتون میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صورتی که من خودم میدانم و ملت ما هم اون که به سن من است مشاهده کرده است و اون که نیست شنیده است و تعریف برای او گفته است، دیگران برای او گفتند که پدر ایشان وقتی که کودتا کرد هیچ نداشت، یک سرباز بود صفر الید. وقتی که سلطه پیدا کرد بر این مملکت و بسیاری از کسانی که مالک بودند یا از روحانیینی که در این امر یک نظری می‌دادند، اینها را می‌گرفتند و به حبس می‌بردند و گاهی می‌کشتند. و در زمان خود رضا شاه قتل عام مسجد گوهرشاد را من به خاطر دارم و کسانی که به سن من هستند به خاطر دارند که در مسجد و معبد مسلمین که مرکز اقامه نماز بود، عبادت خدا بود، اینها ریختند و یک عده از مظلومین که برای دادخواهی اونجا مجتمع شده بودند قتل عام کردند و از بین بردند. وقتی که او از ایران بیرون رفت، یعنی بیرونش کردند، و چرا خشم آخوندها بر علیه رضا شاه همیشه بوده و هست، از خمینی گرفته تا همه آخوندها، همه آیت الله هایی که هستند، همیشه با نفرت از رضا شاه صحبت میکنند. میدونی چرا؟ چون برخورد قاطع و بسیار قدرتمند رضا شاه بر ضد ملاهای ایران ستودنی است و قدرت و پیشرفت ایران در دوران سلطنت مقتدرانه رضا شاه یکی از عوامل آن قطع دست ملاها بود، چون اونها از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی مردم کنار گذاشته شدند، منزوی شدند و همین باعث خشم نفرت اونها از رضا شاه بود و هنوزم هست. و خامنه ای هم اینقدر همیشه در حرفاش از رضا شاه صحبت میکنه که مرد بدی بوده، دیکتاتور بوده و هزاران عمل شایسته خودش رو به رضا شاه نسبت میده. و بعد از عمل درست رضا شاه، یعنی قطع دست کثیف این جرثومه‌های فساد آخوندها از دخالت در امور مردم، باعث رشد و شکوفایی شد و پسرش محمد رضا شاه پهلوی در ادامه سلطنت با همه خدمات و کارهای شایسته‌ای که برای ایران و مردم ایران نمود و باعث رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ایران شد، اما برخورد قاطع با ملاها رو مثل پدرش نداشت و محکم و با قدرت ادامه نداد. و حالا یکی از موارد قدرتمند رضا شاه که حکم صادر کرد و دست ملاها رو در حنا گذاشت و خشم اونها دوچندان شد.
اصلاحات قضایی رضا شاه بزرگ باعث شد که کمر آخوندهای مفتخور بشکند. در سال 1355 هجری قمری که میشه 1936 میلادی، اصلاح نظام قضایی در ایران به نقطه عطف خود رسید. تا این موقع حکومت محض احتیاط و آرامش بر ماهیت موقتی تمام اصلاحاتش تأکید کرده بود. به هر حال تا سال 1355 هجری قمری 1936 رضا شاه با همه نوع مخالفت از ناحیه روحانیت یا آخوندها مواجه شده بود و از این مبارزه با موفقیت خارج گشته بود. بنابراین دیگر دلیلی برای ملاحظه کاری وجود نداشت. عملاً اقدام بسیار مهمی در مقابل مخالفت آخوندهای مذهبی در سال 1359 هجری قمری 17 مارس 1932 میلادی انجام گرفت که مجلس قانون ثبت اسناد و املاک را تصویب کرد. این مستلزم آن بود که ثبت قانونی اسناد یا مالکیت و سایر نقل و انتقالات اموال باید فقط در محلهای دولتی و غیر مذهبی انجام شود. این وظیفه که قبلا به طور انحصاری توأم با ثبت ازدواج و طلاق در اختیار آخوندها یا محاکم شرعی بوده و مهمترین کارکرد آن محاکم تلقی می شده است که به مراتب بزرگترین منبع درآمد مشروع آخوندها، مجتهدان و روحانیان پایین‌تر بود. در نتیجه قانون سال 1351 هجری قمری 1932 بسیاری از روحانیون و آخوندها مجبور شدند لباس رسمی خودشون رو کنار گذاشته و در صدد استخدام یا کار در جاهای عادی باشند. قانونی که روند عرفی سازی و غربی کردن دائمی نظام قضایی رو تکمیل می کرد. در شوال 1355 هجری قمری 27 دسامبر سال 1936 وضع شد این قانون و قانون مربوط به سازماندهی مجدد نظام قضایی و استخدام قضات به تصویب تمام اعضای مجلس رسید. شروط استخدامی ذیل برای قضات بسیاری از آخوندهای مذهبی، علمای سطح بالا، آیت الله ها رو از نظام قضایی ایران حذف کرد. قضات باید دارای این شرایط بودند: 1. مدرکی از دانشکده حقوق تهران یا با یک دانشگاه خارجی داشته باشند که تایید کند 3 سال یا بیشتر تحصیلات حقوقی داشتند. 2. قضات سابق وزارت عدلیه که چنین مدارکی ندارند باید امتحانات ویژه‌ای را در زمینه حقوق ایران و حقوق خارجی بگذرانند و امتحان دهند تا در استخدام وزارت عدلیه، یعنی کارمند وزارت عدلیه، باقی بمانند و به هیچ وجه نمی توانند در مقیاس درجه ترفیعی پایه 11 و بیش از اون رو ارتقا یابند. از ابتدای اصلاحات بزرگ رضا شاه روشن بود که سرانجام آخوندها باید از نظام قضایی کنار گذاشته شوند، اما شواهدی وجود دارد تا باور کنیم گام‌های نهایی که در سال 1355 هجری قمری برداشته شد در وهله نخست به دلیل تمایل به جداسازی آخوندها از نظام قضایی بود. این مطلب از کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی نوشته دکتر ویلم فلور، ترجمه دکتر حسن زندیس، صفحات 110 تا 112. این سند و این صحبت‌ها بر اساس این مدرک بود. اما بعد از شورش ببینید دوباره آخوندها مکاره شدند و این دزدی‌ها و این اجحاف و این خیانت‌هایی که ما داریم می‌بینیم در اون دوره در سال 1936 1355 هجری قمری دست اینها کوتاه شده بود.
از اولی که رضا شاه آمد، رضا خان آمد و اون کودتا را کرد که شاید شماها یادتون نباشد، اکثرا یادتون نیست، شاید بین شما کسی باشد یادش باشد، لیکن من یادم هست و شاهد قضایا بودم. از اول به تدریج، البته نه یه دفعه، وقتی که آمد ابتداعا شروع کرد همون مقدس بازی ها که پسرش در نادو سالوسی را اونم شروع کرد. مثلا در یک محرمی من یادم است که گفتن که همه تکایای تهران را این رفته دیدن کرد، شرکت کرده در عزا و خودشونم روزه داشتند و مسائل تبلیغی و امین را داشت. تا کم کم وقتی مستقر شد، پاش محکم شد، اون وقت اون صورت دیگرش نشان داد. تمام مجالس روز و وعظ و خطابه را در تمام سطح ایران قدم کرد. در قم مجلس اینطوری بود که آقای صدوقی یه مجلس داشتن، قبل از اذان صبح شروع می شد، اوائل اذان تمام بود، اونم چند نفر، و احتمال می دم که اون را هم آمدن جلوشه گرفتن. تمام چیزهایی که مربوط به دیانت بود شروع کرد اونها را یکی یکی جلوشه گرفت، شروع کرد با شدت با روحانیت عمل کرد، به طوری که من در مدرسه فیزیه اون وقت درسی میگفتم، یه عده چند نفری بودن، یک روز که رفتم یک نفر بود. اون شخص گفت که این آقایون همه فرار کردن، رفتن به باغات. طلبه های مدرسه هم قبل از آفتاب اونطور که می گفتم فرار می کردن به باغات می رفتن و آخر شب اون وقتا می آمدن. و بنابر این بود که این لباس و کلی خل بشد و اونها این جبهه را در زمان او محکم جلوگیری کردند. حالا شما برو ببین این خدمات رضا شاه به همین شکل در بقیه موارد هم بوده و آخوندها چرا دشمن شدند و چرا خمینی آمد و انتقام گرفت و مردم ایران رو اسیر کرده و تا این رژیم ساقط نشه مردم به خودشون نیاند و عمل کردی توسط یک حاکم مثل رضا شاه صورت نگیره، مردم روز خوش نخواهند داشت. ایران که الان ایرانی وجود نداره، آب وجود نداره، میگویند داره خوشسالی میشه، نمیدونم، در همه منابع در همه موارد ایران از فقیرترین کشورها شده و تنها برگ برنده اینها تونستن ایران رو فقیر و بدبخت و گدا کنند، یک کشور ثروتمند رو که نفر دوم جهان در گاز هست، نفر دوم جهان در نفت هست و دیگر منابع از نظر موقعیت جغرافیایی ایران بهترین نقطه جهان هست، باید به دست این جانوران حکومت بشه. امیدواریم مردم به خودشون بیاد، این نسل خاموش، مردم خاموش که فقط نظارگر هستند، به خیابانها بیان، میلیونی بیایند و شر اینها رو بکنند. نظرات و پیشنهاداتتون رو لطفاً برای ما بنویسید در کامنت ها، نظر بدید. اگر دوست ندارید اسمتون اون زیر باشه، زیر کامنت ها، میتونید از ایمیل تصویر پارسه نظر بدید، مطلب بفرستید، افشاگری کنید و هر موردی رو خواستید ما برای شما بدون ذکر نام پخش خواهیم کرد و افشاگری و آگاه سازی و اطلاع رسانی از طریق شما بیشترین ضربه رو در سقوط آخوندها میزنه. با سپاس تا برنامه دیگر.